خب اگه به خودم برمیگرده، درسته که ما به هر حال همون ایمانی که به هر حال از خودتون از خواهر و به هر حال از شما بچهای خود سازمان از خارج شورای رهبری و از همین بچهای دیگه مون گرفتیم، ولی این یه مقوله است، ولی یه مقوله دیگه هم هست که به هر حال هر چیزی اعتباری داره. مثلا توی جامعه عادی هم اگه ما حساب کنیم یه نفر بالاترین تخصص داشته باشه نمیتونه از تخصصش استفاده کنه، من اینکه چه یه اعتبار داشته باشه که بتونه با از اون اعتبار اون شرایط رو به وجود بیاره، بتونه از اون تخصصش حداکثر استفاده رو بکنه، حالا هر کاری میخواد بکنه. اگه مثلا فرضاً دکتر کارهای انسانی بکنه بتونه به انسان ها کمک کنه، اگه میخواد نمیدونم دنبال زندگی باشه پول و زندگی اینا به دست بیاره حالا جوری که خودش دوست داره. اینه که به هر حال اون اعتمادی که باید وجود داشته باشه، یعنی خدا به اعتبار اون اعتماد ما را از این مرحله عبور میداد، مطمئنن ما 36 نفر نبودیم. تا جایی که من برمیگشت حتی به خود تمامی خواهرش شوهر عبری گفتم، با برادر مسئولمون که اومده بودن گفتم، به نظر خودم فقط نفس صدق خود شما و خواهر بود که همون دعایی که کرده بودیم واسه ما، و همچنین نفس صدق تک تک خواهرامون از شوهرای رهبر تا خواهرای دیگه تا تک تک برادرامون که واقعا طی این 70 خورده روز همشون آرزو میکردن که به هر قیمتی شده ما سالم برگردیم. که دقیقا چی بود؟ من اینو دوی نقطه میدم، یعنی تو نقطه خودمون چیه نمیدیدم، که به نظر خودم بالاترین چیزی که خدا، یعنی اون منتی که سر ما گذاشت و مشیتش این بود که به هر حال هممونم زنده برگردیم، به نظر خودم فقط به همین اعتبار بود و فقط به خاطر همین صدق یا نفس صدقی که از خود شما و از خود خواهر دیده بود و از تک تک مجاهدین دیده بود ما رو اینجا دوباره برگردون. چیزی که به نظر خودم باعث پیروزی شد همون قاطعیتی بود که ما بعد از اینکه تصمیم گرفته شد ما رو ببرن توی بغداد همه بچه‌ها هم گرفتیم، اون قاطعیت بود، یعنی چون خودمون گفتیم باید به هر قیمتی شده دیگه نقطه پایان ما بذاریم، یعنی خارج از ما کسی نیست که بتونه چه این نقطه پایان به این چیز بذاره. یعنی نه دولت عراق اون شجاعتشو داره، خب رژیم هم که مشخصه، آمریکا هم که چنین شجاعتی نداره.